همکارم علی شیرازی از لندن همراه ماست. علی، اصولا حضور اصلاح طلبان در انتخابات چرا برای حکومت مهم هست؟ اصولا در نظام‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی هم مردم میدونن، هم اصلاح طلبان میدونن و هم اصولگرایان میدونن که حضور مردم یا عدم حضور مردم در واقع تغییر خط مشی سیاسی کشور تأثیری نداره. اما چرا این انتخابات آتی که قرار اواخر امسال یعنی اسفند ماه برگزار بشه، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انقدر مهم شده که حتی علی خامنه‌ای در سخنرانی اول سالش در فروردین به اون اشاره کرد و بر اهمیت اون تاکید کرد؟ دلیلش اینه که جمهوری اسلامی نیاز به یک نمایش داره. بعد از خیزش انقلابی مردم در سال 1401 میخواد که با یک نمایش عمومی و پای صندوق آوردن مردم بگه که ما از اون مرحله عبور کردیم و مردم هنوز پای کار نظام هستن. خب طبیعتاً در اینجور مواقع اصولگرایان یا حامیان حکومت یک تعداد رأی مشخصی دارن که همیشه هستن. این اصلاح طلبا هستن که به زعم حکومت میتونن بخش دیگر مردم رو پای صندوقهای رأی بیارن. البته اینها همه مال قبل از خیزش انقلابی هست و بعد از خیزش انقلابی حتی بسیاری از خود اصلاح طلبان هم دیگه از لفظ اصلاح طلبی استفاده نمیکنن، بلکه از لفظهای تغییر یا عبور از جمهوری اسلامی استفاده میکنن، برای اینکه اصلاح یه جایی معنی میده که همه ارکان کشور درست داره کار میکنه، یکی دو جاش ایراد داره که باید اصلاح بشه و رو غلطک بیفته. اما در نظامی که همه چیش داره اشتباه کار میکنه و همه چیش وابسته به تصمیم یک دیکتاتور به اسم علی خامنه‌ای هست که خب اصلاح دیگه معنی نداره. در همون سخنرانی اول سال من قشنگ یادمه علی خامنه‌ای روی کرد به نمایندگان مجلس که تو سخنرانی بودن، گفت سیاست‌های کلی در امور تقنینی هم ابلاغ شده، شما در همون حوزه قانون‌گذاری کنیم. یعنی حتی در مورد اینکه چه قانونی بذارن یا چه قانونی نذارن هم علی خامنه‌ای تصمیم گیری میکنه. حالا شما فرض رو بر این بذارین که حالا اصلاح طلبان هم بخوان شرکت بکنن یا نکنن، به قول این آقایی که شما آخر سر توییتش رو خوندی، شرکت هم که بکنن اکثریت مطلقشون که رد صلاحیت میشن، درجه اولاشون که اصلا شرکت نمیذارن بکنن، اون مابقی هم که هستن که برای مردم اصولا ناشناخته هستن و نمیتونن کسی رو پای صندوق بیارن. یعنی حکومت خودش دچار یک دوگانگی شده که حالا بذاره اصلاح طلبا و عرصه بیان یا نیان، و اصلاح طلبانی هم که حالا به هر صورتی میخوان پای سفره انقلاب باشن، فکر میکنن که الان فرصت مناسبی است که بتونن امتیاز بگیرن و بالاخره پای این سفره بشینن و یه لقمه بردارن. توییتی هم که بهش اشاره کردی از آقای جلیل رحیمی بود. حالا با توجه به واکنش هایی که اصلاح طلبان به صحبت های با هنر داشتن، آیا حضور آنها در انتخابات آتی به نظرتون مستقر هست؟ اگر کوتاه پاسخ بدید لطفا. ببین دیگه ما اصلاح طلب تر از مجلس شیشم که نخواهیم داشت. یعنی خود جنتی بعد از اون مجلس که ما هرگز اجازه تشکیل مجلسی مثل مجلس شیشم رو نخواهیم داد. خب کارنامه اون مجلس رو بررسی کنیم، هم کل مجلس یعنی اکثریت مطلقش اصلاح طلب بودن، خود خاتمی رئیس جمهور بود، چه کاری واقعا پیش بردن؟ آقای حسن رسولی در واقع اشاره کرده به اینکه اول آقای باهنر بیاد مشخص کنه که مجلس در امور کشور چه نقشی داره، بعد ما تصمیم بگیریم که شرکت کنیم یا نه. یا آقای جهانبخش خانجانی گفته که آقا فاصله بین مردم و حکومت انقدر زیاده که حتی الان اصلاح طلبان هم شرکت کنن، مردم رغبتی به شرکت در انتخابات ندارن. بنابراین اصلا شرکت یا عدم شرکتشون در واقع هیچ فرقی تو رأی و نظر مردم مثل گذشته نخواهد داشت. متشکرم از تو همکارم علی شیرازی که از لندن همراه ما بودیم.